تو این چند وقت حرف خاصی از محمود نشنیدی؟ منصور آخرین بار کی بود؟ بهش میگون از اکبر مرادی رو بکشن. مرادی کیه؟ فرمتنش رو بشنسی. اینقدر زرنگی که آدم نگران میشه. شما لازم نکرده نگران بشی. پولو بده اطلاعاتتو بده. درشو ببر، برنزش بیا، برنزش بشین بیمونه ایمه، بزو بشین بزمین بزو محمود دو دقیقه داری، بزو، بزو بزو محمود، بزو، بزو بزو، بزو، بزو بزو بستر، بزو یه دقیقه چی اتفاقی افتاده آقای غفاری درد دارین؟ نه میخوام زنگ بزنم با خانوادم صحبت کنم موبایل من کجاست؟ وسایلاتون دست ماموراست میگم بیارم براتون من الان موبایلمو میخوام خب شمارتونو بگین میگم اطلاعات بگیرن براتون الان تو حافظم نیست شماره توی گوشیه لطف کنین موبایل منو بیارین گفتم که آقای غفاری موبایل شما پیش ما نیست حالا اگه کاری ندارین من برم به کارم برسم کلی کار دارم بفرمایید.
باشی نگران نباش بابا نگران نباش آقا ببخشی کار تلفن تو میدی من یه زنگ بزنم شرمنده تمام شد باش بله خواهش میکنم میفرستم خدمتتون اتاق شماره 24 بله بله خدا نگهدار آقا ببخشید شما کارت تلفن داری؟ کارت تلفن بله دست شما درد نکنه 2000 تومان میشه قابلتون هم ندادم من الان چیزی همراهم نیست بزنی به حسابم وقتی مرخص شدم حساب میکنم کدوم اتاق هستید شما؟ همین اتاق انتهای راه رو اسمتون؟ رضا غفاری آها شما همون آقایی هستید که دم بانک گوله خوردید باش میزنم حسابتون ممنونم خوب که سر پا هستین اینطوری میتونم با خیلی راحت ازتون کمک بگیرم فقط نکته این که یه سوالایی هستن ممکن از دید شما یکم غیر تخصصی بیان یا بی ربط ولی خب ما داریم داستانی رو دنبال میکنیم که شما فقط تو بخشی از اون بودین پس مطمئنم که حوصله به خرج میدین سر پا نگاتون ندارم بفرمایین ممنونم پرونده نشون میده که شما آدم کاملا قابل اعتماد و خوش حسابی هستی. افراد با نفوذ زیادی هم تو بانک شما حساب دارن. خیلی هاشون هم از شما وامای کلون دریافت کردن. همه سوابق هم تا به امروز کاملا به بانک مرکزی انتقال داده شده. به نظر میرسه همه چی پاکه. فقط من میخوام بدونم پرونده یا فایلی بوده که تا امروز شما هنوز فرصت نکرده باشین به بانک مرکزی منتقل کنی؟ معمولا این کارا رئیس بانک انجام میده. برید از آقای داوودی بپرسین ایشون رئیس بانکن اتفاقا همین امروز صبح ایشون هم به همین سوال من جواب دادن خب ظاهرا وظیفه رو شما به عهده گرفتین البته به شکل خودجوش آها شما برای پرداخت اضافه حقوقی که به پولش نیاز داشتم اومدین یا این ثابت میکنه من دزدم خیر من فقط دارم از شما کمک میگیرم قصد دیگه ای ندارم شما اطلاعات LC و قراردادتون رو هر چند وقت یه مرتبه به بانک مرکزی ارسال میکنیم معمولا ماهیانه اسناد به بانک مرکزی انتقال میدیم البته اگه سند مهم و با ارزشی باشه همون لحظه میفرستیم ولی توی این ما نه چیز با ارزشی وارد بانک شده و نه سند مهمی بوده که نیاز باشه به بانک مرکزی بفرستیم توی یک سال گذشته میزان اعتبار ارسی که بانک شما صادر کرده چقدر بوده؟ ببخشین جسارت هم من نمیتونم یه اطلاعات به شما بدم محرمانه است از پلیس محرمتر؟ نگران نباشین توی یه سال اخیر برای چند نفر اعتبار ارسی صادر کردیم؟ از شما برای کمک گرفتن نیومدی این رسما یه بازجوییه برای چی همچین اسمی روش میذارین این یه گفتگوه یه گفتگوی خیلی خیلی لازم برای همون چیزی که شما نگرانش هستین اعتبار مسئولیتی که قبول کردین این فقط یه کمک خواستن از شماست برای حل پرونده سرقت من اصلا نمیفهمم سرقت چه ارتباطی به اعتبار LC حسابای بانک داره این فقط یه احتماله الان تو وضعیت مناسبی نیستم بذارید یه وقت دیگه که حال مساعدتری داشتم در خدمتون باشم حتما جناب غفاری خوب استراحت کنید که زود خوب شید خیلی به کمکتون احتیاج دارم
خود جان کاری داری؟ نه نه چه دیگه؟ میخوام برم دستشویی. دستشویی داخله. فرنگی عادت ندارم. ایران پایین. دست درد نکنه. کمک نمیخوای؟ نه نه خودم میرم. اونجاست. خدمتی؟ 16 ماه و 8 روزی میشه. بچه کجایی؟ بچه خلخال هر دبل از داماتاش. اضاف چقدر داری؟ اضاف؟ اضاف مال آدم های شرشتله. جناب سروان به من تشویقی هم میده. چه اضافی؟ مشکلی نداره با Thank you.
آقا بریم. فرهاد فرهاد نه نگران نباش. اینجا همه چی مرتبه. خیلی زود میام. اینجا هم همه چیز مرتبه. الان اومدم سویت کنار بیمارستان. فقط جای تو خالیه. دکتر قول دادن که همین روزا عمل کنن مغز و سخون رو پیوند بزنن. پس این وام چی شد؟ گفتم که همه چی خوبه. پولم داره جور میشه. تو فردا پس فردا حلش میکنم. نگران نباش. رضا خوبه تو؟ همون روزی که رگ گردنمو پاره میکردم اینجا عملش کنی گوش ندادی. ببین من اصلا به دکترای اونجا اعتمادی ندارم. اینجا خیالم خیلی راحت تره. اعتماد؟ گفتم همینجا قرض و قوله کنیم عملش کنیم. همه چی رو پیچیده کردی لیلا. سلام بابایی. قربونت بشم. بهتری؟ دلم برات خیلی تنگ شده. خیلی زود میام پیشت. باشه؟ مطمئنم زود زود خوب میشه مثل اون وقتا میریم مسافرت. یادت رفته بودیم دریا؟ راستی بابا چند روز پیش دوستت امیر حسین اومده بود بانک حالتو میپرسید. میگفت تمام بچه ها نگرانت الان برای دعا میکنن. اصلا یه لیگ فوتبال تو مدرسه را انداختن. اسمش هم گذاشتن جام پویا.
امیرحسین میگه پویا باید زود برگرده. آخه تیم مدرسهشون که فوروارد نداره، هیچ کسی هم جستو نمیتونه گل بزنه. رضا زود بیا. باشه میام. لیلا مواظب خودتون باشین. من باید الان قطع کنم، دوباره تماس میگیرم. خداحافظ. نایمد هی قرار نشو این طرف رو پیدا نشه. کار واجب باش دارم. برو تا سرکلش پیدا نشه. برو. چه غلطی میکنی تو؟ کار داشتم با تو. چند بار تماس گرفتم جواب ندادی. جواب ندادم بعد بیدم خونه؟ خول شدی؟ همه چی به هم ریخته. همه تونی مش احمقی. چرا از بیمارستان فرار کردی؟ ها؟ تنهایی؟ آره من پولمو میخوام. باید از کی بگیرم؟ بابا زن و بچه من اون سر دنیا گرفتارن. چرا نمیفهمی؟ به تو اینجا نهر باره فهمیدیه؟ نه اینو بیاری تو. باشو اینا باشو. I had some problem here. Yeah, I know. I know, man. Be cool. Don't worry about it. I do everything. Be sure. I'm busy right now. Yes. I call you back. Bye. نگفتی چرا از بیمارستان فرار کردی؟ بهم شک کرده بودن. برام نگهبان گذاشته بودن. توی ابله هم تصمیم گرفتی در بری، آره؟ چاره جزی نداشتم. من پولمو میخوام، وقت ندارم. چرا اومدی اینجا؟ برو یقه همون فرهادو بگیر. من با اون تصفیه کردم. از هزار بار بهش زنگ زدم جواب نمیده. به هر حال کار اشتباهی کردی، از اونجا زدی بیرون. ببین آقای مرادی، من به خاطر بچه‌م قاطی این بازی شدم. دیگه هم نیستم. نمیتونم. پول منو بدین برم خودمو گم و گور کنم. آخه تو احمق که جربوزه هیچ کاریو نداری، برای چی همون روز اول این پیشنهادو رد نکردی؟
حالا که هستی باید تا آخرش وایسی. قرار نبود کسی کشته بشه. قرار بود؟ حالا که شده چیکار کنم؟ میخوای بریم بگیم شرمنده قرارمون جا به جا شده؟ آقا پول منو بدین بفرستیدم برم. زن و بچه‌م منتظرن. اگه فرار نکرده بودی میشد یه کاریش کرد. اما فعلا کاری از دستم بر نمیاد. چرا شما نمیفهمین؟ امروز یه پلیس زن اومده بود توی بیمارستان. درباره اعتبار بانک و حسابای LC و نقدینگی از من میپرسید. میدونی یعنی چی؟ نه، یعنی چی؟ یعنی که همه چی رو فهمیدم. ابله، اون بهت رو دست زده. تو هم با فرارت همه حرفای اون رو ثابت کردی. من این حرفا حالیم نیست. فقط پولمو میخوام. پولمو. پول نکن بزن به چاک. برو از خود فرهاد بگیر. یه بار دیگه این طرفو پیدا چه خودم میدم به دست پلیس. به فرهاد بگو مسافر خونه شیشو زدم به نام یکی دیگه. یارو هم بد دم کلفته. جمع کنه بره اونجا. سلام جانم، چند تخت میخوای؟ با فرهاد کار دارم، هستش؟ فرهاد؟ کدوم فرهاد؟ فرهاد دیگه، چی بهش میگین؟ صاحب اینجاست. ها، فرهاد آرتیست. تو کیشی؟ دوستشم. هم تیپش که نیستی؟ اسکیشر کنسلا. نکنه جانی دالر یا؟ نه آقا جون، جانی دالر کیه؟ میگم دوستشم. برو بالا. کدوم بالا؟ پشت بوم. زکی، ماشین حساب خودمونه که. اینجا چیکار میکنی؟ رد میشدی؟ داری چی اومدی اینجا؟ با کی اومدی؟ فکر کنم تنهاست، پدر جبه تو امرشو داد. مسخره بازیه چیه در آوردی؟ نمیدونی من تو چه وضعیتیم؟ کی بهت گفته بیا اینجا؟ اوزا پیچیده است، فلنگو ببند، باهات تماس میگیرم. من پولمو میخوام. پلیسا بهم شک کردن. شک کنن. پلیس کارش اینه که به همه شک کنه. راست میگه. پلیس شک میکنه دیگه. اصلا پلیسی که شک نکنه پلیس نیست. پلیس به من هم شک داره. ببند در اون تالار اندیشه رو. چش. اونا به حسابای بانک شک کردن. امروز داشتن در مورد اعتبار LC و حسابای بانک ازم سوال میکردن. خب شک کنن. وقتی هیچی نباشه چیزی پیدا نمیکنن. من فرار کردم دیگه نمیتونم برگردم. احمق. همه تون احمقین. همه تون. منصور کجاست؟ چطور؟ امروز توی بیمارستان بود. داشت با مامورا حرف میزد. خودش ماموره، هممونو دور زده. قیافه اصلیشو دیدم. انگار گله خورده تو کلت، نه؟ چه میزنی؟ به ما معرفیش کن. خودم دیدمش. آب روغن قاطی کردی. امشب برو استراحت کن، فردا با هم حرف میزنیم. ببین آقا فرهاد، من حالم خوبه. دیگه حوصله این بازی ها رو ندارم. نیستم. پولمو بدیم بره. بسته دیگه، پولمو بدیم. انگار حالیت نیست، همه چی رفته رو هوا. فردا با هم حرف می‌زنیم. بزن به شاک. من فردا حالیم نیست. همین الان پولمو میخوام. زدی زندگی ما خراب کردی، حالا این پاسم میدین این برام بر؟ پولمو میخوام.
اگه پولمو ندی زنگ میزنم به پلیس همه چیو لو میدم. کل شدی مرتی که روغن رفته تو سنگدونت. تاکسیدرمیت میکنم ها. برو بابا مافنگی، فقط مونده تو یکی منو تهدید کنی. آب از سر من گذشته، دیگه عالم نیست، فقط پولمو میخوام همین الان. نمیدونم. باش خودت خواستی. الو صد و ده، میخواستم در مورد سرقت تو بانک گزارش بدم. توی مسافرخونه نزدیک شوش.